انتظار می رود که در روزهای آینده مذاکرات میان نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر آغاز شوند اما شماری از سیاستگران نگران هستند که رهبران دولت انوز هم در باری روند سال موقف واحدی ندارند و برخی از اختلاف ها به شمول اختلاف بر سر شورای عالی مصالح ملی پاور جاستند ادامه ازی بدون از بدبختی که چیزی نیست بدبختیش ما میکشیم نه دکتر سب عبدالله میکشه و نه دکتر سب اشرف اگر موقف حکومت افغانستان به این قسم باشه مثلی که آلی است که که پاشیدگی خود داره و اونا نظرش واحد است تیمش واحد است شاید اونا برنده شوه شش روز پیش رئیس جمهور در فرمان نامهای های چهل و ششتن از رهبران جهادی و سیاستگران را همچون اعضای شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد. اما آقای عبدالله آن را نپذیرفت و این کار را از صلاحیت های خودش در شورای عالی مصالحه گفت نظر به توافقنامه نامایی صلاحیت های بود که باید از وقتر اعلان میشد اما بسیار تال خورد و این تاثیرات خود سر مذاکرات می داشته باشه شورای مصالحه عالی داشته نباشه که همه شمول باشه طبعا تاثیرات منفی خود داشته باشه ما امید میکنم که جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله زودتر و عاجلتر سر شورای عالی مصالحه فکر بکنه از سوی دیگر حزب اسلامی نامهای اعلام شده را در فرمان رئیس جمهور بیشتر حکومتی می دانند. باید شورای عالی مصالحه از شخصیت های ملی، سیاسی، اعضای مطرح افغانستان که ارگ سفیتار جزی آن بوده باشد به با وجود بیاید تمامی صلاحیت های محتوی و شکلی گفتگوهای سل در اختیار همین شورا باشد سخنگیان اشرفغنی و عبدالله عبدالله در این باره حاضر به گفتگو نشدند حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی و برخی دیگر از کسانی که نامهایشان درجه اعضای شورای عالی مصالحه ملی شده بود عضویتشان را در این شورا رد کردند